سنایی هستم با سری برنامه پرژن اوارد در خدمتتون هستیم. همه ما احساساتمون رو به یه روشی به دنیای بیرون انتقال میدیم. بعضیا توی واژه‌ها، بعضیا توی نوشتن و بعضیام توی کلام بدنشون. آناهیتای عزیز خیلی خوش اومدید. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. بفرمایید اگه می‌خواید خوشبشی با بینندگان ما داشته باشید. من آناهیتا هستم. ساکن تورنتو و الان مدتیه که شروع به کار رقصم کردم. از قبل این کار رو میکردم ولی جدیتر شروع کردم و خیلی خوشحالم امروز در خدمت شما و بینندگان عزیزی که ما رو قرار ببینن و راجع به این موضوع با هم صحبت کنیم. آناهیتای عزیز کجا به دنیا اومده؟ قبلا چی کار میکرده؟ یه خورده از خودتون، از گذشتتون هم واسمون بگید. از سمت مادر کرمانشاهی و از سمت پدر لور هستم و واقعیتش اینه که کار اصلیم من به عنوان گرافیست کار میکنم، ولی الان مدتیه که موضوع رقص خیلی برام جدی تر شده و از سن تقریبا 18 سالگی، بین 17 تا 18 سالگی رفتم سمت رقص و شروع کردم به رقصیدن، یاد گرفتن، آموزش دیدن و تا به امروز. خوانندگی رو ما تو تلویزیون میبینیم میگیم واو فلان چه صدای قشنگی داره، منم برم خواننده شم. ولی چی شد که یهو رقص به ذهن شما اومد؟ از بچگی یه جوری با من گره خورد. این گره خوردنم با سبانیش مامانم بود. مامانم من موقعی که یعنی ما بچه که بودیم، خب این امکانات الان و اینا واقعا نبود دیگه. منم دهه، یعنی از بچهای دهه 60 ام و تو اون دهه 70 که کودکی من میگذشت شرایط مثل الان، چیزایی که الان هست نبود. مثلا رقص، یعنی پای لزگی یاد بگیرید و ناخودآگاه این در ما همسایه داشتیم، ترک زبان بودن از دوستان تبریزیمون و ما از اینا رقص مثلا پای لزگی یاد گرفتیم، رقصشون رو سعی کردیم یاد بگیریم. و بعد از اون خب حالا مثلا اگه یادتون باشه مثلا فیلمایی که میرفتیم اجاره میکردیم، حالا فیلمایی که ایرانی نبودن و حالا با چه دم و دستگاهی و یواشکی و اینا، اونهایی که از بچگی در واقع تشویق میشن، استعدادو دارن و تشویق میشن که به این سمت بیان، چه رشدی میکنن. به نظر شما اون محیط چقدر تاثیر داره واقعا؟ اینکه از بچگی یک نفر، حالا توی الان موضوع خاص برنامه الانمون که رقص هست، تشویق بشه یا اینکه مثلا از یه سنی به بعد شروع بکنه، این چقدر توی موفقیتش تاثیر میذاره؟ بعضی وقتا توی فرهنگ ما بچه ها انقدر خجالت میکشن، مخصوصا دختر بچه ها، از بدنشون و مثلا خودشون رو جمع میکنن. این خب خجالت میکشه، همون بچه خجالت میکشه بیاد مثلا توی جمعی خودشو بخواد مثلا برقصه یا نشون بده، بهش هم بگی پاشو برقص، نگرش پدر مادر به موضوع رقص، به موضوع ورزش، به موسیقی، به آواز، به شعر، که به نقاشی، که بچه باید تو بچگی این کارا رو یاد بگیره که زندگی کنه. دنیا یه جوری مجازی شده و همه چی داره آن صورت اینترنتی هم برگزار میشه. در این زمینه هم اگه صحبتی دارین بفرمایید که پیشنهادتون چیه برای خانواده ها. یه چیز خیلی جالبی که برای من این چند وقت اخیر داره پیش میاد، مثلا قبلش هم باز جست و گریخته کلاسای آنلاین و اینها ما داشتیم، ولی خیلی همه اول جوری بودن حالا ببینیم چی میشه، حالا ببینیم چی کار میکنیم، حالا اصلا چه جوری ما آنلاین رقص یاد بگیریم. ولی الان که مدتی من دارم این کار میکنم و یه عالمه با آدمهای جدید از جاهای مختلف دنیا آشنا شدم. شما یه مزیتی که داره کارتون اینه که شما لازم نیست فرانسوی بلد باشین، لازم نیست انگلیسی بلد باشین، شما زبان بدنتون صحبت میکنه. دوست دارم در مورد آدمهایی که از فرهنگای دیگه هستن، از زبونهای دیگه هستن و وقتی شما با زبون شیرین فارسی و با آهنگای فارسی میرقصین واسهشون، عکس العمل اونا چیه؟ اونا رو دوست داریم بشنویم ازش. خیلی از مردم جاهای دیگه دنیا هم همین حس رو با موسیقی ما دارن، همین حس رو با رقص ما دارن. چجوری ما دوست داریم بریم مثلا سالسا یاد بگیریم؟ خب یه سری هم وقتی رقص ما رو میبینن دوست دارن رقص ما رو یاد بگیرن. حالا ما رقصهای مختلف داریم، ولی این نیستش که مثلا اون طرف فکر کنه که نه من رقص ایرانی به چه دردم میخوره.
این حسی که آدم ها میگیرن. شما وقتی کوریوگرافی کارتون رو میخواین بنویسین، حالا غیر از موسیقی های بی کلام که مشخص شما روی موسیقی میرخصه، روی تون موسیقی میرخصه، وقتی که یک آهنگ یا ترانه ای میشنوید که صدا داره، شما اون کوریوگرافی رو بر اساس موسیقی مینویسین یا بر اساس اون کلماتی که میشنوید توی اون شعر و ترانه مینویسین؟ بیشتر کدومش رو استفاده میکنی؟ توی موسیقی کلام رو خیلی داری واضح تر میشنوی و اون کلامه واقعا یه جوریه که داره با وجود، با روح و روانت بازی میکنه و دلت میخواد یه جوری اونو نشونش بدی. یه موقع هم هستش که یک موسیقی که حالا هم کلام داره، هم موسیقی خیلی پررنگه هم کلامش، به خاطر همین یه جوری بالانس باید باشه فکر میکنم. یعنی من تمام ایرانی ها در مقابل رقص چه ریاکشنی نشون میدن. شما وقتی توی یک در واقع جایگاه یا جای عمومی، توی یک مراسمی رقص عمومی یا رقص تکی دارین، استقبال چجوری هستش الان؟ خیلی تعداد زیادی از خانواده ها براشون مهم شده این موضوع و خیلی من خیلی آدمایی رو باهاشون برخورد کردم، مخصوصا آقایون ایرانی که یادم موفق، ولی اینجوریه که من تمام زندگی نرقصیدم و الان فهمیدم که چقدر دوست داشتم این کارو ولی سرکوب شده. رقص شغلته، یعنی کار دیگه نمی کنی. و من اینطوری هم که حتی اگر شغل اصلی من باشه، شغل فرعی منم نیست. یعنی من برای من آنایتا که مثلا حالا توی چمنام گرافیستم و توی شرکتی کار میکنم، این نیست که رقص جداست، رقصم شغلمه، دو تا شغل دارم. کل جامعه باید دست به دست هم بدن، کل ایرانی ها، حالا چه اونایی که خارج از ایرانن چه اونایی که داخل ایرانن، سعی کنن این تفکر رو عوض کنن. اینو کاملا حق میدم بهتون و میدونم که بعد در این راه هممون در کنار هم یه تلاشی داشته باشیم که اینو دوباره به اون حالت قشنگش و به اون حالت زیباش و به اون حالت هنریش برگردونیم. خودتون بیشتر کارهای کیو دوست دارین ببینین یا کوریوگرافیاتونو بیشتر دوست دارین به چه سمت و سویی بره؟ متاسفانه ما یک عالم رقصنده داریم که پراکنده است و نمیشناسیم. دلیلش هم اینه که الان من خیلی خوشحالم که ما داریم حرف میزنیم، چون من هنوز دارم میآموزم و از شخصی که خیلی دوست دارم کارشو و خیلی قبولش دارم و هر وقتم که میخوام ازش از چی سوالی دارم بهش پیغام میدم و اونم واقعا استادانه و مهربانانه جواب میده، خانم هلیا بنده. در این زمینه نظرتون چیه؟ اینکه یک جایزه در سطح بین الملل بین فارسی زبان ها وجود داشته باشه و در بین دنیا که در واقع توی اون صنعت خاص کنار هم جمعشون کنه، این به نظرتون چه آینده‌ای واسه اون هنرمند میتونه داشته باشه؟ چون هنرمند خیلی سخت داره به نظرم امرار معاش میکنه، خیلی داره سخت زندگی میکنه، با هنرش داره زندگی میکنه و بعضی وقتا آدم رو فکر میکنن تو باید هنرمند، وقتی هنرمندی مثلا باید ارزون بگیری. چرا؟ من دارم وقت میذارم، دارم حسم رو میدم، انرژیم رو میدم، مگه دارم میرم مثلا سوپرمارکت یه دونه مثلا کیک بخرم؟ خیلی خیلی تاثیر داره، خیلی کمک میکنه و خیلی انگیزه است برای اینکه آدم ها بتونن بهتر بشن. ما یک عالم رقصای همین رقص کردی، لوری، شمال، جنوب، ما این همه رقصای زیبا داریم، رقص آذری، چرا نه؟ چرا خوبه که اونا رو هم یاد بگیریم، با خودمون فکر کنیم چرا. من هم واقعا دوست دارم آدم ها وقتی که میگن نه، یه بار با خودشون فکر کنن چرا من نمیخوام، چرا میرم سراغ یه چیز دیگه، دلیلش چیه؟ فقط دلیلش که دوست ندارم نیست، دلیل واقعیشو پیدا کنم. در خدمت آنایتای عزیز بودیم، ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودین. در نور و عشق باقی بمونین. ایام بکام. خدا نگهدار.